به نام خدای پروردگار، سلام و وقتتان بخیر بیننده خوب برنامه. همتان عزیزم، امیدواری سعادتمندی شما را داریم. انشاءالله که خوب و سلامت باشین و در کنون گرم خانوادهتان زندگی را با خوشی ها بگذرانین. نوروزتان مبارک، سال نوتان مبارک، سال پر از خوبی ها و خوشی ها برتان تمنا میکنم. انشاءالله که خوشبختی ها به استقبالتان باشه. و باید یادآوری بکنم که امشب برنامه زن و سلامتی را ویژه نوروزی ساختیم. همچنان مهمانای خیلی خوب با ما هستند که برنامه را با ما یک جا پیش میبرن و بخش اول برنامه با ما دکتر صاحب حنیفه وافی، ترینر متخصص نسای ولادی مهمان هستن. سلام دکتر صاحب، وقتتان بخیر، خوش آمدین. سلام به شما و به تمام بیننده های عزیز تلویزیون و همکاران عزیز. سلامت باشین، تشکر. سال نوتان مبارک دکتر صاحب، لباسایتان مبارک. خیلی ممنون که به صفت مهمان ویژه تشریف آوردین در برنامه ما. تشکر از شما و از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین. سار سپاس. امید است که برنامه به خوبی پیش بره و بیننده عزیز با ما باشه. تشکر، خیلی ممنون. و باید یادآوری بکنم دکتر صاحب که امشب برنامه خودمانی داریم، هیچ حرف و کلامی از تکلیف یا مشکل نیست. بله، خدا تکلیف و مشکل دور داشته باشه و همیشه هموطنهای ما در لباس صحت و عافیت باشه. الهی امین، سلامت باشین، ممنون از اینکه آمدین. دکتر صاحب، از آمادگی های سال نو بگوین. چی آمادگی گرفتین در خانه؟ من پاکاری، غذاهای متنوع آماده ساختین یا مثلا هفت‌سین ساختین؟ ما هم سر دسترخوان ما داریم، میتونین که باز میل کنین در جریان برنامه. بله، طبق معمول هموطنای ما کلی امیر رسم رواج از قدیم بود، زمانی که زمستان به آخر خود میرسی بخاری ها جمع میشه و پاکاری ها شروع میشه. دقیقاً. و طبق معمول دکترام هم بله همین کار را میکنن، خانه ها را پاکاری میکنن، رخشویی میداشته باشن، پرده و دوشک و همه بله. چیز پاکاری دقیقاً میشه. اتفاقاً دکتر صاحب، من امروز که میخواستم به برنامه بیایم، صبح باور کنین که من پاکاری داشتم، پیش از اینکه بیایم پاکاری کردیم. یک چیز معمول است که تمام خانواده‌های افغان پارسی زبانان انجام میتن. بله، بله. و بعد از اینکه پاکاری ها خلاص میشه، بعد از اون یک چیز لباس نو برای بله. خود و اولادا آدم طبعا تیاری و آمادگیش میگیره. با وجود که مصروفیت ها بسیار زیاد است، اما در یک وقفه کم ما میتونیم که از این وقفه خود استفاده کنیم و می لباس و دیگه چیزهایی که برای اولادها و فامیل ضرورت صورت آماده میسازیم. دقیقا. و طبعا شب سال نو خب در کل خانه ها گوشت لاندیس و سبزی و سبزی چلو است. طبعا یک روز پیشش تمام سوده افسین خریداری میشه، پاکاری میشه. بله. و بعد از اینکه ششتا صاف و پاک میشن و زودتر میشه که بر روز سال نو کسا و دوستایی که میاین و فامیل کلگی او را میل میکنن و میخورن نوش جان میکنن. بله، و می طبق معمول ما می کار پیش بردیم. بسیار خوب دکتر صاحب. دکتر صاحب، شما ماشاءالله این همه مصروف هستین، از یک سو ماینه خانه، از یک سو شفاخانه. ممکن اتفاق افتاده باشه در زندگیتان که شبهای سال نو یا مناسبتی، مخصوصا شب نوروز، مثلا یک شب شما در نوکری در شفاخانه بوده باشین. چگونه گذشته اون شبی که فردای سال نو بوده و شما در شفاخانه بودین، خانواده اولادا در خانه بودن؟ میشه که از گذشته قصه کنین کمی بر ما؟ از گذشته که از این سال پارک بگیم که این سال 1397 من در شب سال نو نوکری بودم و تصادفاً دو دکتر کلان به اصطلاح می باشه که موشه و متنو هم بودم. و طبعا بر فامیل بسیار سخت بود زمان که خبر شدن که من شب سال نو نوکری سم. اونا بسیار جگرخون شدن و می گفتن مادر جان اگر می نوکری را تبدیل کنه خواهی چه امکانش نبود. هیچ که امکانش نبود و من خودم هیچ وقت خوشیام ندارم که بنا حق نوکری خواهی تبدیل کنم. بله. و من یک قسم خوش بودم که نوکری در شب سال نو است برای مادرها، خصوصا ما کمک ما کلیش برای مادرها و اطفال است. دیگه نوکری بودیم اموشه و
و باورتان می اگر شاید مبالغه نشه که بر من بسیار خوشایند بود نوکری چون در خدمت مادرایی که واقعا نیازمند بودن ما در خدمت از وا بودیم. طبعا آدم از فامیل دور می باشه اکثرا مشکل است، برای فامیل بسیار مشکل است وقتی که خصوصا مادر نباشه. بله. مادر در خانه نباشه بسیار مشکل است، اما برای من بسیار خوشایند تیر شد. ما امو شب سال نو همکارای ما میفتن رخصتی است شاید ما مریض کمتر داشته باشیم و موشا و ما اتفاقا تقریبا 64 ولادت داشتیم و 24 سزارین داشتیم، عملیات که به خاطر طفل شده بودن. بله. و شب بسیار و تا صبح ما بیدار بودیم. بله. و هیچ کس نمی فهمید که آیا سال نو است، چون کل چیز ما عادی بود در شفا خانه. بله، معمول مثل هر خانه. اگر خود ما چیز امرای خود آورده بودیم دیگه در غیر از او غذای شفا خانه خمو یک غذای عادی است و کدام چیز دیگه نبود. و طبعا خود ما یکان چیزی که از خانه برده بودیم امور نوش جان کردیم و ما سال نو چون از خانه بر ما نان آوردن. بله. امو سبزی و امو بسلا کوفته چلا و گوشت لاندی و یا امرای میوه و دیگه چیزهایی که برش ضرورت بود همیشه داشتیم. ما هم بسلا خوردیم، یعنی تو نبود که ما بی نیاز بودیم. بله. از اون غذایی که در خانه پخته بودن بر ما در شفاخانه آوردن و ما نوش جان کردیم و ای که ما برای مادرها خدمت کردیم. بله. شاید فکر کنم که بسیار برای ما خوشایند بود. یعنی کلیگ میف که شاید بسیار بر سخت تمام شو شو اونو که اما برخلاف و این دفعه اول من نبود. بله. بارهای بارها ممکنه مناسبت ها دهیدا شب نوروز در روزای مثلا دی محرم مولود شریف در این روزا ما برابر شدیم، اما برای دکتر زندگیش وقف مردم است و خصوصا برای ماهایی که در خدمت مادر هستیم واقعا چون مریضای ما مریضای خوشی است. بله. طبعا مریض که میایه کلکش با یک توفه. بله. به خانه میرن و یک توفه گران مایه که یک طفل یا یک نوزاد میباشه او را به خانه خود میبرن. طبعا مادرها خوش میباشن، اتو نیست که ما به اونجا جگرخون میباشیم و امی که اتفاق بعد دشه و نوکری تصادفا نفتاد و تمام مادرها خوب بود، تمام طفلها خوب بود و هیچ کدام چیز خراب واقعی خراب نداشتیم، همش بخیر سپری شد. بسیار خوشایند بود و صبح بخیر رفتیم با خانه با و از بس که ما خوش بودیم حتی خواب در چشمای ما دیگه نامد که من خواب کنم در طول روز. بسیار خوب، خیلی ممنون. واقعا دکتر صاحب شما خدمتگزاران واقعی هستین بر مردم ما. خداوند شما را حفظ بکنه. سلامت باشین. بیننده خوب برنامه شما بیننده برنامه زن و سلامتی از تلویزیون تیبی چراغ هستین و همچنان باید یادآوری بکنم که برنامه ویژه نوروز داریم. همچنان میتونین برنامه ما را در یوتیوب تماشا بکنین، صفحه چراغ مدیکال تیوی را لایک بکنین. بهترین برنامه ها را هم دوستان عزیز ما تلاش کردن که بر شما تهیه بکنن به خاطر برنامه های ویژه نوروزی. خب دکتر صاحب، از سال 1397 بگوین سالی که گذشت چگونه یک سال بود در کل بر شما و چی دستاوردهایی داشتین، چی موفقیت هایی داشتین در این سال؟ میشه که کلا قصه کنین بر ما. خب اگر در کل بگیم یک سال خونین برای کلگی. بله. این یک سال بود که اتفاقات انتحاری و بله متاسفانه اوقات که واقعا دلخراش بود در طول سال 1397 مردم سپری کرد که همش جان خراش دلخراش بگویم برای مردم ما بود که خداوند این اوقات دیگر دور داشته باشه و مردم ما را از این گزند دیگر دور داشته باشه و یک سال نداشته باشه مثل سال پارواره. و در سال 1397 ما هم کارهایی داشتیم طبق معمول، غیر از اینکه ما نوکری شبانه داشتیم و طول روز کار چون کار رسمی دولتی از اون ساعت 8 صبح تا 4 شروع میشه، اتفاقا ما تمام وقت همه روزه چون ما هاف ندارم و من تمام روز کار میکنم. بخاطر از اینکه من غیر از اینکه مسئولیت در داخل شفاخانه هم دارم، مسئولیت معاونت شفا ترنینگ شفاخانه هم دارم
که نهوج ما تقریبا 110 ترینی یا شاگردایی داریم که اینا متخصص میشن بخیر، که سال اول 2-3-4 داره که ما تمام کارها و فعالیت های از یاره تعقیب میکنیم، کیس پرزنتیشن هایشان هست، برنامه های ایمنمشان هست و دیگه کنفرانس هایی که 3 کنفرانس طول سال دارن و دیگه پروگرام های راوند هست که گراوند راوند هست و بیت سایت تیچنگ هست. این چیزهایی که هست ما ایره در شفاخانه پیش میبریم و برای شاگردهای خود زم فایل ها و دوسیه های از یاره باید تکمیل کنیم و نمرات از یاره تنظیم کنیم و در طول سال 3 امتحان تحریری و تقریری از پیش همین دکتر صاحبای محترم خود داریم. بله. و همه روزه ما لکچرها دارن که ما کل اون لکچرها را خودم شخصا در لکچرها اشتراک می داشته باشم. بسیار. و ضمن ایمنم است و کنفرانس هاست، لکچرهای خود دکتر صاحبای ترینر ماست، اینا را کل اشاره تنظیم می کنیم و بر ترینی های ما ایره پیشکش میکنیم و اشتراک در اپورای صوبان است که کلگیش چیز است و دازم خود ما هم بخشایی از کتاب ویلیامس بر ما دادن که بدبختانه ما هیچ وقت یک کتاب دری مجموعه مکمل نسایی ولادی نداشتیم و خوشبختانه آله یک تعداد از ترینرهای محترم دست به کار شدن و به ترجمه از کتاب ویلیامز شروع کردیم. بله. که تقریبا به پایان رسیده که کارش جریان داره، کتاب بخیر از نظر ادبیات و کارهای تکنیکی دیگه که هست یا خلاص شدن و کتاب انقریب به دسترس دکتر صاحبای عزیز و ترینی های محترم ما قرار خود گرفت و دازم پروگرام های معاونیت انجمن نسایی ولادی افغانستان هم به عهده دارم و در اونجا در برنامه های از او که میتینگ هایی که دارن در اونو اشتراک میکنم و امسال ما 3 سمفوزیم داشتیم که در این سمفوزیم ما هم مسئله هم فعال داشتیم و همیش همکار بودیم برای افسوک یا انجمن نسایی ولادی افغانستان و دیگه برای خودم هم بعضی کنفرانس ها را تهیه دیدیم و خودم هم در طول سال 3 کنفرانس علایده یا سیمینار باید برای ترینه خود ارائه کنم و دازم در برنامه های که تلویزیونی چراغ. بله. که واقعا برنامه های مفید است. آره جناب دکتر صاحب که سپاسگزاری ویژه بکنم از شما که بیننده خوب برنامه، حتما شما برنامه ما را تعقیب کردین که دکتر صاحب همه را همکاری کردن و هیچ وقت صدای ما را خالی نماندین دکتر صاحب. خیلی سلامت باشین و بر ما افتخار است که برای مردم خود از یک طریق خدمت کنیم. بله. چیزی که داشتهایی که داریم باید برای دوستای خود، برای دکتر صاحبای عزیز، قابل صاحبای گرامی و آن کسی که خارج از محوطه طب و طبابت است، اونا حتی بسیاری وقت مثلا برنامه کانسرهای سیدی و برنامه کانسر اون قرائمه که ما پیشکش کردیم، بسیاری مریضای ما باز هم به من مراجعه کردن. بله. خصوصا گفتن که ما دوستای خود از خارج شنیدیم که پاپ سمیر میکنن و ما نو خبر شیم که شما هم پاپ سمیر میکنین و تقریبا چندین مریض به منوال مراجعه کردن و اونا رو ما پاپ سمیر کردیم که بدبختانه در بین 3-4 تای از این هم مریضای دریافت شد که کانسر اون قرائم داشتن و اینا رو باز ما با مراجع مربوطش که برن اون رو تشخیص دقیق تر شوه و اکثرا دیگه چون کانسر ها تا فعلا ما کدام مرکز فعلا هست یک مرکز در شفاخانه جمهوریت، اما تا حدود بعض مریضا خودشان خواهان عزیز وقتی که میگی که چیز میخواین به یکی از شفاخانه که اکثرا در شفاخانه عمران خان یا شوکت خانم در لاهور اونجا مراجعه میکنن، اما از مرکز
تشخیص سرطان ها در شفاخانه جمهوریت که به اونجا ما اکثرا ریفر میکنیم، اما مریضایی که نخواستن و میل خودشان است که به هر جای باشه. یعنی این برنامه هایی که از طریق تلویزیون چراغ نشر شد، من خودم به اصطلاح دستاوردهای از او رو میبینم که مثلا خانم هایی که کتلات را در سیدی خود دریافت کردن و اونا پیش ما آمدن و اونا را تا جایی که به اصطلاح به تداوی میشد به تداوی و جایی که میشد برای تشخیص اونا را روان کردیم و می کارایی بود. و دیگر از هم ما کارایی داریم در خانه. بله میدانم، میشه که قصه کنین دکتر صاحب. بله خانه خواب، یعنی مادرها کارش زیادتر است. بله. و یک دکترم عین دیگه مردم وارد میخوام این همی سوال از شما بپرسم دکتر صاحب، که ماشاءالله شما این همه مصروف هستین، از یک طرف کار شفاخانه، معاینه خانه، خدمت به مردم مخصوصا برای مادران عزیز ما، از یک طرف خودتان یک مادر هستین، اولاد دار هستین، کار خانه، خانواده، چطور میتونین که خودت تنظیم کنین؟ والا خداوند یاری میکنه. واقعا آدم رسیدگی کده میتونه، گرچه بسیار مشکل است. خب امی قسم میمان ها میاین، دوست ها میاین و دازم بعض وقت خریداری برای اولاد ها میباشه و باید ما مجبورستیم که باید خریداری و دیگه خواست هایی که اونا دارن باید اونا تکمیل کنیم. این قسم باید باید به کار شفاخانه و ماینه خانه، به خاطر که ما صبح از خانه که ما برایم باز ماینه خانه میریم، ما یک شو داریم که هم اکثرا ناوقتر ما به خانه میریم و روز پنجشنبه و جمعه که اگر در شفاخانه نوکری نداشته باشیم، ما زی روز بسیار زیاد استفاده میکنیم و تقریبا تمام کارهای ما به روز پنجشنبه و جمعه میشه. بله. که زیادترین کارهای خود ما در روز جمعه تکمیل میکنیم، پاکوری های خود، اوسانه ها. بله. اکثرا آشک و بولونی و منتو، چیزهای کباب و چیزهای خاصی که باید دیگر روزا کمتر آدم برش رسی که در این روزا ما میکنیم و دزم خوب است. بله. دزم به مریضای خودم میرسیم و به شفاخانم، یعنی تقریبا کار ما پس نیمانه. و یکان دفعه من بعض دوستاره که میبینم کنها هیچ مصروفیت ندارن و در خانه هستن، اکثرا میبینی که زندگی پراگنده دارن. بله. و اونا بر ما میگن که شما چه قسم رسیدگی کده میتونیم. برشان میگم که از اون وقت کم خود ما استفاده میکنیم. و تقریبا اکثرا به معافل یا رسی ها و یا من ناوقت میرم، اما اشتراک حتما میکنم. بله. و بسیار وقت کم، اکثرا حتی وقت میرم که وقت نان میباشه یا یکی از نان خوردنم سپاریشه، اما به هر حالش یک اشتراک میکنم که دوست آزرده نشه. بسیار خوب، بسیار خوب. سلامت باشین. خیلی ممنون دکتر صاحب، خیلی قصه های شیرین و خوب از خانواده شما یاد کردین. من شخصا وقتی که یک فردی که خیلی موفق باشه، کار کنه، تلاش کنه، مخصوصا خدمتگزار باشه برای جامعه افغانستان، دوست دارم در مورد زندگی شخصیش بدانم. حالا میشه که شما هم در مورد زندگی شخصیتون بر بیننده‌های ما بگوین، چند اولاد دارین، چند پسر دارین، چند دختر دارین؟ بسیار خوب، من یک بچه دارم و سه دختر دارم. دیگه درس میخوانن اونا؟ درس میخوانن. دختر کلان من صنف چهار فاکولتی طب است. بله. و بچیم صنف چهار پنزه انجینیری است و دازم ACC را در پنتون امریکایی ها میخوانه. بعد از وقت یعنی از طرف چهار نیم بجه به پنتون امریکایی میره که داشت بجه اونجا درس داره. دیگه دختر آخری صنف دست، صنف دوازده ببخشین، و دختر یک دخترم کلانتر از اون واقع است، او امسال مکتب خلاص کرده و منتظر عزیز که امتحان کنکور بخیر سپری کنن. بسیار خوب. دیگه شوهرم است که یک همکار بسیار خوب است و همیشه همراهی میکنه، حتی من بعد از اینکه تخصص خود گرفتم در جریان تخصص بر من، چون وقت طفلایم بیخ خورد بودن، همیشه همکاری میکردن و از فامیل مادرم که بله. خصوصا خواهرای من در ایراستا همراهی من بسیار کمک کردن. خداوند و زنده باشین.
و تقریبا ما یک پروگرام 6 ماهه فلوشپ خود در کره جنوبی تیر کردم. یعنی مسافر بودین؟ 6 ماه دور از خانواده. 6 ماه دور از خانواده بودم که در قسمت شوهر ما به حد همکاری کردن و دزم خواهرای ما هر کدامشان به نوبه خود به اولادای ما رسیدگی کردن. تانستم که امی پروگرام فلوشپ خود به موفقیت در کره جنوبی به اتمام برسانم و غیر از هر سفری که من دارم، مثلا یک ماه سال پیشتر من ژاپن بودم، باز هم خوارا فامیل مادرمشان به ما همکاری زیاد کردن و دزم شوهرم در این راستا مرا زیاد خدمت کردن، کمک کردن و همی علم شوای نوکری بیاک هستن. هم فامیل مادرم، خوارم، خوصانی خوارم بسیار زیاد مرا همکاری میکنن، کمک میکنن که من بتانم هم به خانه و هم به وظیفه و نوکری خود برسم و به درسای خود برسم. در کل میتونیم دکتر صاحب بگویم خانواده نقش اساسی دارن به خاطر بزرگ شدن ما، به خاطر برسی که بزرگ شویم و دستاوردهای بزرگ داشته باشیم در زندگی. طبعا و یک دکتر فکر میکنم گای اولاد های میگه مادر همیش که ببین در روز رخصتی هم کتاب هایت بیشت است و یک دکتر فکر میکنم که از مطالعه هیچ وقت خلاص نیست و همیش باید درس بخونه و کتاب شد، چون تکنیک علوم روز به روز تغییر کرده میره و ما میبینیم که نشریه ها و مقالات جدید روی کار میشه که هر چیز در طبابت هم ام قسم که درچ تغییرات میده، در طبابت هم تغییرات میایه که باید آدم اپدیت باشه و از نکات و چیزهایی که تازه میباشه باید استفاده شه. دقیقاً. بسیار تشکر دکتر صاحب. واقعا خداوند خانواده شما را حفظ بکنه دکتر صاحب، خصوصا فرزندان شما را. من میدانم فرزندانی که مثل شما والدین دارن آینده درخشان و عالی در پیش دارن. خیلی ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. ممنون از اینکه تشریف آوردین در برنامه ما، واقعا برنامه ما را رنگین تر ساختین. تشکر از آمدنتان. حرفای آخرتان می داشته باشین بعد خدافظی میکنیم. چون شروع سال است، یک سال پر از میمنت، یک سال پر از خوشی ها، دور از جنگ در دامن سال کل هموطنای ما قرار داشته باشه، دیگه نه جنگ باشه و نه خونه باشه و نه چیز. امیدوار هستم که یک سال باشه که مردم دیگه صدای جنگ و دود و باروت نداشته باشه و یک سال میخواییم که همبستگی تمام ملیت های افغانستان با هم باشه، از هر ملیتی که باشن مثل سابق واری در فضای محبت کلگی زندگی کنن و ای که ملیت و ملیت پرستی از بین بره و ای که دامن زده میشه. و خصوصا ما بعض وقت به فیسبوک ها که من میبینم یا چیزایی را که از طریق انترنت میبینم واقعا متاثر میشم که چرا جوانای ما مسئله ملیت و ملیت پرستی را در سابقی گپ نبود. ما همه با هم خوار برادر بودیم، هیچ کسی این گپ دامن نمی زدن و امیدوار استیم که این مسئله بیخی از بین بره و همه در کانون صلح، صفا، صمیمیت و برادری و اخوت زندگی کنن و خداوند طفلای ما را، زنها، جوانای ما را دیگه خداوند در حفظ و پناه خود داشته باشه که دیگه نشنویم که جوانی در یک جای یا طفلی در یک جای یا یک مادر در یک جای از بین رفته که سخت متاثر کننده است. سال پر از خوشی ها می خواهیم، سال پر از غوغاهای خوشی بر همه می خواهیم و ترقی و سعادت مملکت خدا می خواهیم. امیدوار هستم که کلگی با یه امن و باشه انشاءالله. خوش آمدین دکتر صاحب، خیلی ممنونم. بیننده خوب برنامه میان برنامه کوتاه داریم.